خوشمزه. صدای ملچونی چه این ماره؟ ما اینقدر دوست دارم یه بخورم. خوشمزه اینقدر خوشمزه. ببینم یه گماجین چندومیه؟ هفتمیه. هفتمیه. به ترکی رو خبر کن اقلن والده. هفته؟ مگه مال پدر؟ میبینی آقا مهدی؟ میبینی؟ میبینی؟ شما چی میگه؟ شوهر پریجون رفته زیر ماشین و عمرشو داده به شما. آخه منم که خودتون دیدین اون نامزدم بود. هر وقت مثل امروز اسم عروسی پیشش میارم یه همچین جنجالی به پا میکنه که از زیر بار ازدواج فرار کنه. آخه بیمیرم الهی. آمین یا رب العالمین. با کی بودی؟ با کی؟ با خودم. قضام تمام شد، خدا رو شکر کردم. یعنی تو قضات تمام شد، مشکل رو پر کردی؟ آقا چند چایی بده بابا؟ چند چایی بده بابا؟ چند چایی میارم. بچم انگار شما خیلی کم حرفی. چیزی نداره که بگه، گفتنی ها رو من گفتم. اون یکی مردم برادر نامزد من بود که همینطوری دنبالمون اومده بود. آخه همینجوری دنبالش آمده بود. ممکنه بفرمایید شما تا حالا چند تا نامزد کردی؟ با اون یه دونه. یه دونه. آخه الهی قربونم حرف زدنت برم خوشگله. خدا نکنه. I love you my darling. Thank you. منم چند کیلو. چیه؟
مگه آدم ندیدی؟ خب شیک حرف میزنه، قربون صدقش میرم دیگه. ببینم شما ها نمیخواین چیزی از خودتون بگی؟ آی ام قوچلی خفه شده بی پدر مادر. از بس که حرف میزنه حالا نم هم میزنه مو خودا. قضاتو بخور رتو بکش مشکتو برگون. بنده آقا نعمت هستم و پیشکار و پشتکار جناب آقا میتی. آقا میتی ما یه دنه کارخانه چوبوری داره در شمال، البته دفتر و دستکش در تهران پیش ماست. البته ملک و املاک و این چیزا زیاد دارد. اون یه دنه بدبختم قوچلیه که نوکر و پیش خدمت ما از اینجا رو جاروب میکشه. بله نینته با من بودی با بله معلومه. چرا میدونی؟ چرا میدونی؟ باست خال دارم اگه مرد باید نفتی باید بکنم میدونی؟ باید تو فرار کنم سب کنم بهت میگم میگم باید خب بهتره که از خیر چرای بگذاری. انگار خیلی عجله داری، حتما میخواین زودتر به خانوم و بچه هاتون برسید. بچه که چه افسانه، خداوند منو از این نعمت محروم کرده. خدا کنه به مرادتون برسیم. خب اگه میخواییم بریم ما حاضریم. خیلی ممنون، ببخشین که مزاحمتون شدیم. خواهش میشه. مینا شما با هم زندگی میکنی؟ تقریبا، یعنی تو دوتا آپارتمان جداگانه ولی همیشه با هم. قربانش برم الهی، به به به، از بیرون که خیلی قشنگه. حتما داخل آپارتمانش هم قشنگه، چون ما بیشتر با داخل آپارتمان کار داریم. قربان تو برم الهی. خب این که قصه نداره، بریم داخل محدودش هم ببینیم. ما دو نفر میریم. هم هیر پلیز. ولی منم میدونم به جنایت خانم چی بگم. بله جنایت؟ بله باز ننه یه بنده شوخی میکند بی پدر مادر. که آخه زالو الان وقتی این حرف زدنه ما دو نفر داریم عشقبازی میکنیم. توف به رود بیاد الهی، حسرت آدم شدن اینو بخور میبرد. خودت این اسم رو روش گذاشتی، اسمش ملاحته، این بهش میگه جنایت. خودم با گوشام دیدم. ببینم تو حالا چند تا زن گرفتی؟ با این یه دنه؟ یه دنه، ولی با جناب علی میشود دو دنه. لیلات چیه برای از این خوشم آمده؟ به خودم میخوام همینجا درسته بخورم. ببینم چی بکنم جانم. حالا چند دفعه عاشق شدی؟ با این یه دفعه یه دفعه جان. میگم اگه دیرتون نمیشه بفرماییم بریم توی یه چایی چیزی بخوری، خستگیتون در ره. نه باشه یه وقت دیگه. نکنه خونه ما قابل شما رو نداره. این مرگ من، منه با دستایی تو بغل کردین حرف نزن. من گیرو چشمانم رو میذارم. بریم یه گلوی تازه بکنیم. نعمت نمیشه آخه. چیه برر؟ اگر تو وقت نداری من که وقت دارم. تو اونجوری نگاه میکنه؟ بله بله. چی جانم بفر پا پایین، من اصلا وقت ندارم. برو جانم یه وقت دیگر. ببینم پس کی هم دیگر رو میبینی؟ همین الان. هم آخه این مرده که نمیذاره، موی دماغ من شده. آدرس مغازه رو که با تو دادم. ابا با کدی سری با من بزن. پس شب بخیر. شب بخیر قربان تو برم الهی. من تنها نزم تو رو اربای پدرم بزن و بچه دارم. علیلم و بختم دست دو خوش دماغ من رو دارم. بای بای. خب منم رفتم. گود نایت. وای سگم میزده کجا؟ آخه ننم منتظرم. ننه اربای پدرت اصلا تو رو آدم زاییده ها؟ کور خندی جانم تا دم در منزل با ما میای. آقا میتی جان باریم گاز بده جانم. گاز بده. اون یکی من میگوردم راحت. وای 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 جانم. فکر میکنی مرغ از قفس پری؟ نه تازه داره قفس رو باز کردم که وارد بشه. بریم بریم. آخر خط اول ما بیاده بشم. گیم شد تو پیاده شد تو در بای پدر بند از یک کافی سر مره در دوردی. پلیز آقا مهتی پلیز. حالا اجازه میدیم بنده مرخص بشم. یالا بازم بچک بازم بچک سو بزود برو مغازه دیگه از کنم بای بای نکو. یالا خود نایت آقا مهتی. شاب بخیر. تمام میگه برو گیم شد. خب شاب بخیر نیما. سلام منو به ملاحت خانم برسی. شاب بخیر. کدام ملاحت؟ کجا آقا مهتی من تنهایی رهنو؟ کجا؟ منظور چیه؟ ای برای آخه یه تعارفی بکن، یه چیزی بگو، یه بفرمایی بزن. ناسلامتی آخه برای من همکاری جناب علی هستم. تو داری میری تو فکر میکنی منو داری میفرستی سلاخانه؟
مگه نمیخوای بری خونه؟ ملاحت خانم منتظره. جهنم کی منتظره؟ میسی که یادت رفته اونجا خانه نیست، جهنمه. بالاخره این زندگیه که خودت باز خودت درست کردی. غلط کردم، با گور پدر من خندیدم، نفهمیدم. این زندگی نیست، من میکنم پشیمانم به خودم. من حرفی ندارم بیای خونه ما، ولی صبح چی؟ هیچی، هیچی. من میگم همین الان رسیدم، تو بریم، تو بقیه کار من درست میکنیم که قربان، بریم مهدی جان. معطل نکن زنه که منه میبینه آبروریزی میشه. خیلی خوب، هر طور خودت. بریم. کیه؟ کی بود زنگ زد؟ وای نینی ای یرقا، دیدی چه خاکی با سرم شد؟ بالاخره منه لو دادی مهدی جان. سلام برم که بالاخره اومدی. یواش نگاه میکنه آقا مهدی، برم مرده که این اینجا بایسته نگاه میکنه. هی منو بغل میکنه بابا. بابا جم من توی راه پنچر کرده بودم، کلک گرفت داشتیم الان رسیدیم. حالا چرا وایستادی؟ بیا بریم تو، خستگی تو از سر در. نه نه من اصلا خسته نیستم، من باید برم مغازه، کارهای عقب افتاده منو انجام بدم. نصف شبی؟ مگه الان ساعت چنده؟ من عیبی نداره برای این مرد کاری میشه، من سر شب و دم زوب ندارم. من باید نار مریده نکنه زیر سرت بلند شده. نه برمانه تو برم، نه ثابت برسن. آقا میتی جد، آقا میتی منو نجات بده، منو نگه دار. میتی جد منو باباره دستم با حدیگه مغازه دیگه نیستم. وصیت نامه ای منو بوش کرده. نه خیلی نصف شبی با دستارشون بیخ بده کرده. قربون شکت پری جون، دارم به مرادم میرسم، دارم به آرزوهام میرسم. ببینم شک که نبود از چی؟ مگه هنوز منو نشناختی؟ چرا؟ تو کت شیطونو از پشت بستی، ولی آخه مهدی هم خیلی زرم. ولی نه بیشتر از من. گوش کن جناب، قرارمون که یادت نرفتی، اگه من موفق شدم و همونجوری که خواستی به مرادت رسیدی، باید چیکایی که پیشت دارم بهم پس بدیم. باشه، بذار من به مرادم برسم، بذار تقاسم از اون نامرد بگیرم. نه ترس جونی، تو منو داری خیال تخت تخت باشه. دلم میخواد به خاک سیاه بشمنش، برای سرش بیارم که اون روز سر منو برد. آخه چرا؟ تو که هرچی میخواستی من بهت میدادم، من تمام زندگیم زیر دست تو بود. آخه چرا چکه منو جر کردی؟ چرا آبروی منو پیش هر کس و ناکسی بردی؟ چرا؟ برای اینکه لازم داشتم. میخواستی گور مرگت قمار نکنی، عیاشی نکنی، اونم با پولای من. مگه همش چقدر برداشتم؟ آقا الان 200,000 تومن، اون به جهنم. چرا چکمو جر کردی؟ برای چی آبرومو بردی؟ بیا به چیز مراتو ده ربطش. آقا میتی داری میکشی. آقا با تو چی مربوطه؟ اینجور آدم ها بیمیرن بهتر مردی سبی. آقا میتی این از توی قهوه خانه ها جمع کرد آبود بین کرد زندگیش دست این سپرد و مخی نامرد من خیانت کرد. حالا سزاش اینه که بیمیرو از بین بره، بده بیمیره. آقا ما تو بی همه چیز دست حروم تو مهار من بردی، الان سه ماه تمومه که دارم زرر میدم. میکشمه، میکشمه.
من از این پسر شاکیم. الان میبرمش، بلنشو بریم. بیچارش میکنم، کاری میکنم که نتونه یه دقیقه تو تهرون بند بشه. حالا میبینم. خب من دیگه باید برم، کاری که نداری، چیز میزی که نمیخوام. نه فقط حواستو خوب جمع کن، آدرس دفترشو که بلدی. آره خوبه، فردا برو سراغش، هر طور شده وادرشون بیاد تو خونه زندگی. و خودم میدونم چیکار کنم، فعلا خدافظ. خوش اومد. خب دو و سه پنج، پنج و یک شیش، شیش و یک هفت، هفت و یک هشت، هشت و یک نو، نه و یک ده، ده به صفرش ده. ما برجیب کاملا با هم دیگه حساب و کتاب با هم دیگه میخاند. آفرین به تو نعمت خان، با این حساب دیادت باشه آخر سال یک حساب پسندازی برای خودت باز بکنی. بارک ما اومدیم استا، هلو عرض میکنم. غلط کردی آمدی. نانه گوشت بردی دادی به ملاحت خانم؟ نه خیر، دادم به فضاحت خانم. نفهمیدم نفهمیدم، تو باز با زنانه بنده شوخی کردی؟ صد دفعه به تو گفتم ری تو با من نگاه نکن، من شوهرشم، هر چی بگم یه جوری با هم تلافی میکنیم. جناب علی واسه چیکاری که چیکاری داری شوخی میکنی ها؟ خب شاگرد از استادش یاد میگیره دیگه، شما هر چی بگی منو همونو میگم. تو خیلی غلط میکنی، بیجا میکنی، میفتره. ما چرا میدونی آخه؟ آی سدونه نفرات باوری بگیره. نه با تو قاتل منی، من باید حسابت برسم. وای 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 وای. سلام. ببین چی اومد تو بغل مستا، هیکل تو برم الهه. این بوی بی حسه مونه، بی خود سیاسلفه نگیر، ما هم سهم داریم. نفهمیدم، مگر خانم شرکت سهامیه بی پدر و مادر؟ اصلا تو با زنانه یه حساب نداری؟ چرا؟ به چه حسابی داری ناخونک میزنی؟ خب اصلا حساب آز میکنم دیگه، یا قربون اون حسابات حساب برم. ما برو با اون خاله جانت حساب باز کن، بی نزاکت بی پدر مادر. سلام عرض کردم قربان جناب علی، برم در بس. الهی که من قربانو سلام گفتنه باشد، خودم در بس قربانش میرم. برو تجونت درم نعمت. بله سلام. اوه سلام. سلام علیک. سلام. ببینم پسر، مگه از قحطی فرار کردی؟ دختره رو که آب لنبوش کردی؟ به خدا قمیدی من فشار ندادم، این اصلا خود شل همینجوری. خب چه عجب از این طرف ها؟ راستش اومده بودیم این طرف ها خیاطی، گفتیم یه سری هم به شما بزنیم. فقط همین؟ نه اومدیم کرایه مسافرتمونو بدیم. ولی ماشین من که کرایه ای نبود. ما هم نمیخواییم پول بدیم. پس برای چی آمدین؟ زودتر بگوگی جان من بلا بامد. اومدیم شما رو دعوت کنیم که یکی دو ساعت دوره هم باشیم، البته منزل من. فقط دعوت؟ مثل اینکه کرایه رو خیلی ارزانی حساب کردی خانم جانم. البته با مخلفاتش. آخی لایک قربان تو برم، با اون مخلفاتش. باشه قبیل دارم، قبیل دارم جان، قبیلست، قبیل تو مامست، قبیلست. چی رو قبوله؟ من که حرفی نزدم. نگو، من گفتم جای تو. آدم زنده که وکیل وسیع نمیخواد. راستش جوان نمیکنم بتونیم بیاییم. ببینین آقا مهتی، موضوع کرایه و این حرف شوخی بود، ما میخواییم یه شب دوره هم شام بخوریم، مگه عیبی داره؟ نه معلومه که عیبی ندارد، خیلی محسنات دارد. حتما ما شب میم، ما شب هم بیم دبر نمیگردیم، همونجا میخوابیم، میخوابیم تا صبح. منم تشریف میارم استاد. شما خیلی غلط و بیجاره با هم میکنی، تو هنوز دهنت بوی شیر میده پسر جان. تازه من امشب با جناب علی کار دارم گاجمه. ما شبا میرم کلاس انگلیسی. علیه امشب کلاس نرو، جوان مرده. تو امشب باید هوای منه داشته باشی. میخوام یه باشکی برم منزل، لباس منه حفظ کنم، ملاحت بویی نبرد از لباس حفظ کردن من. تو باید مواظب باشی. بله اوکی، ما هوا تو دارم. باریکالله تو پول، باریکالله. خب پس امشب منتظرتونیم، فعلا خدافظم. بای بای. آخ الهی که قربانم، وای وای گفتن تو برم، وقتی حرف میزنه من میلرزم بخورم. الهی آمی چی گفتی؟ اگه یک کلمه حرف بزنی یا شب کنیم یا هیچی، به جنایت خانمم همه چی رو میگم. باش چش، فعلا که تو سواره ای و من پیاده. باش اخ کن بینا چیه؟ باز انگوشتای تو لغوه گرفته گیر. نشه تا دیگه پنجه زریم ندارم، تو میبینی دادم بخورم. این این بیا سگ خورد، شوخی کردم، یعنی تو خوردی جوان مرده. من با تو شوخی میکنم مرگ تو. نه ولی ها
بوخی؟ اوکی زود باش برو بالا دیگه یلا بیست سوار چش دیگه اوکی برو دیگه اوکی دست بچه نفر برو ما هوا دیگه برو من یه مرسیب بکنم برو 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 گیرفتم خیلی بوته گیرفتم حسابت برسم بزمشه سرکار چیه چرا؟ سرکار اونجا رو ببین چی شد نفهمیدم حالا میدم برق هشفاز میگیره بفرمید برا بفرمید خواهی چشم یاد کمک کن به من ما سلام آب حوز میکشیم آب حوزیه سلام سرکر آب حوز میکشیم به این طور آقا دوست بله بله دوست ای قوچلی پسری دیوان اونجا بایستده نگاه میکنی بیا کمک کن اینجا بله اوستا ببین سرکار اون میگه دوست نه سرکار اون دوز نیست سارقه اصلا معلوم است تو چی داری میگی این پسر دیوانه شده اصلا ببینم اگه تو دوز نیستی پس چرا از دیوار مردم میری بالا بله دیوار مردم کدامه اینجا دیوار منزل خودمه باور بفرمایید مگه نه پسر هر پسندی این پسرم شاگرد منه بیا گوچلی بیا کمک کن پایی من داره خسته میشه بیا راست میگه؟ نه اگه خونه خودشه چرا داره گذاشته از دیوار بالا میره؟ بیا پایین ببینم چشم سرکار بفرما پوست دست من برامد ولی من پوستینی میکنم سرکار بپا فرار نکنم من فرار کنم دیوانه بایسته ببینم بیره چشم سرکار چشم وای خونه بیا آقا خدایی من نفهم از دنیا رفتم سرکار تیراندازی نکن من خودم میام من بچه سربراهیم بفرما آمد جم چه گفت این خونه توه؟ بله، بله قربان، بله، بله برا معلوم میشه چشم باشه اگه راست گفته باشه که هیچی چشم ای سرکار، تو رو خود از زنگ نزن الان من راستشو برای شما میگم حتمانم میگم یالا زود باش چشم راستش اینه که بنده امشب یه جایی مهمانم البته با مخلفاتش شما اگر جای من بودین با این لباس میرفتین مهمانی ها سوال میگونم چه ربطی داره که از دیوار مردم میخوای بری بالا باز میگه دیوار مردم سرکار تو بیمیری اینجا منزل خود منه من داشته میرفتم این لباس بیساب شده ای من عوض بکنم پس چرا میخواستی از دیوار بری بالا بابا آخه توی اون حیات یه دنه اژدها خوابیده اژدها آها زنانه بنده همون زنانه بنده همون یه دنه اژدهایی است که خدا قسمت گرگ بیابان نکنه این کلک ها دیگه کهنه شده اگه راست میگی چه عیبی داره منم این اژدها رو ببینم بفرما بینه نه سرکار جان اصلا تو رو راحت بکنم من دوستم قربان من بابا ریا کلانتری راحتم کن ای امان امان چه خبره مگه سر آوردی چی شده هیچی خانم میخواستم بپرسم ایشون ماره همین خونه است یا نه بله ایشون مثلا شوهر بنده ببینم چیکار کرده کلاهبرداری کرده یا دزدی؟ نه بابا خدا نکنه همینطوری پرسیدم بله خیلی خوب بیا تو خیر ندیدم بلیم کلنتری سرکار جان سرکار برای جلد داره آمده من بابا رو زندن سرکار جان من دوزم پلیس همه جا داره دنبال من میگرده من بابا راحت کن من دوزم سرکار من جانیم قاتلم تو رو به خدا من بابا رو زندن من این قتلگاه نبر سرکار جان سرکار بیچاره حق داشت خدا به فریادش برسه من اصلا شانس ندارم یعنی هر وقت خاطر خواه شدم عشقم سر خر داشت مگه تو حالا چند دفعه خاطر خواه شدی؟ خیلی کم همش 200-300 دفعه تمامشم عشق پاک و حقیقی الهی بمیرم آدم دلش برات کباب میشه پس اون کباب رو بفرستیم ور که از فراغ نعمت دلم داره مالش میره خودشه نینی کوچولوی منه اومدم عشق من اومدم گود آفترنون دارلینگ تو رو به ارواح پدر دست سر من وردار من دیگه مردم به خدا برر این خرم از کرگی دوم نداشت چی بکنم من این حرفا جلونه جلونه بیا خوشگل من گنجش کچلوی من بیا تو بغلم عزیزم آخه چی میترسی ها از تو من نمیدانم چرا از تو میترسم به خودم نه ترس ناز نزیه من
پیش قناری خودی بول 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 او تو از اون بلبله یاسی که روی هر درخت چناری بینشینه ده به خدا اون درخت از کمر میشکنه. بله؟ هیچ جان مادر جلو نیا، فقط از دور تلگراف عشق بازی بکن، شاید دو سال دیگه من زنده موندم. آخه اینطوری که نمیشه جون. چرا میشه؟ ببین اگه پسر خوبی باشی یه پیرهن نو فسد میخرم. نه نه نمیخوام، من به خدا 60 پیرهن نو دارم. تو نمیری شلوار میخرم. برای من 7-8-10 دسکوت شلوار نو دارم، اگر زنده بمانم دو دستش برای پشت من بس. انگار زبون خوش سرت نمیشه ها؟ نیشه بایست ویلا بارو میدارم. میگم بایست ویلا میدارم تو سرت. من باز منه باد گرفته. بیا گرفونت برم، میخوام برات قصه بگم. خوش گل من بوری کله بوری کله پسر خوب خدا. ملاحا جان من برم بیرون، حال من داره باد میشه. الله میام بای کمرم. چه قضای خوشمزه ای بودش ها. قد خوردم، قد خوردم، قد خوردم که خوردم. بیا لای شکر. خب حالا من و قوچلی میخواییم بریم یه کمی نون بیار کباب ببر بازی. ما که بلد نیستم که. خودم یادت میدم. بلند شو خبر را بگو بریم دنبال نخود سیاه دیگه. برو اینقدر حرف نزن. خوش بگذره. برو دیگه. چشم لای که قربونت برم. الان میریم نمیار کباب کوبیده به بر بازی میکنیم دو تاییمون. سلام. چی شده؟ سلام نعمت جان، دیگه آدم بشو نیست. وای 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 خدا جان، مجبور شدم فداکاری کنم تا از دست زنانه فرار کنم و در برم بیام اینجا. الهی قربونه خدا برم. وای خدا این چرا پشت رو وایساده؟ چرا اینجوری شده این؟ ای بزغاله بله شو. سلام راستش با خدا مردم. راستش بگو برای چی آمدی اینجا تا پوستت نکردم؟ اومدم شام بخورم. شام بخور یا خرم جان، اون لگن پوست خربوزه رو بیاریم باید بخورم. نه آمده چرا میدنی؟ چرا میدنی؟ الهی که مادر هستی نرون من از رون نمیدن گناه در میاریا. هم زنو هم دماغ من با هم دیگه خورد بی پدر مادر. پدرش در آوردم حقش بود. بله میخواست منو فریب بده، داشت گولم میزد. من تو گور گذشتی راست میگی؟ تو بمیری جان من. بریم اون اتاق نون بیار کباب ببر بازی کنی. ببینم بازی مازی که نکردی ها؟ نه با مرگ تو بلایی سرش بیارم که از پوستش تیرکمن درست کنن. حالا اینقدر حرص و جوش نخور عزیزم، بریم خودمون بازی کنی. بریم الهی که من دربس قربان تو برم به خدا. تا فردا صبح رفتیم نمیار کباب ببر بازی کنیم. خدا بی جواب ملاحاتو چی میدی؟ با مرگ تو آفتاب نزده زیر لحافم تو بیمیری. بای باخت این دماغ باید برم عمل کنم، همش میخوره به در دیوار. مشروب تو بخور. نه دیگه بسمه. از چی میترسی؟ از چشات؟ میترسی جادوت کنی؟ آره ولی من برادم چجوری جادو رو باطل کنم. چجوری؟ اینجوری من دیگه باز برم. تو هیچ جا نمیری. من سن دارم، دوستشم دارم، اون الان منتظرمه. خیلی خوب، ولی منم حقی دارم. حالا میخوام حقمو ازت بگیرم. بیا بیا تا بهت بگم. بیا من میخوای بری؟ میشه فردا با هم باشیم تمام روزو؟ خیال نمی کنم. مهم نیست، پس منم برای خودم یه تصمیم دیگه ای میگیرم. چه تصمیمی؟ بعدن میفهمی. آرتور میلته، شب بخیر. تو خونه بهت خوش بگذری. حتما، بازم شب بخیر.
اومدی؟ خیلی وقته. تو چطور هنوز نخوابیدی؟ خودت که میدونی تا تو نیایی خوابم نمیبره. حتما کار مهمی داشتی که انقدر دیر اومدی، مگه نه؟ خب معلومه، داشتم به حسابای دفتر میرسیدم. لابد خیلی هم خسته. تقریبا. خب حالا میذاری بخوابیم یا نه؟ البته. کردنی؟ الو سلام جونی، شمایی میزست حالا؟ میبخشیم بی موقع مزاحمت شدم، حتما خوابیده بودی. نه بیدار بودم. خب چه فرماشی داری آمیرزا؟ حتما زنت پیشته که نمیتونی درست حرف بزنی. آره بله بله آمیرزاست حالا درست حد زدین. حالا ممکنه که فرمایشتون رو بفرمایی؟ میخواستم بگم اون تصمیمی رو که گفته بودم گرفتم، فردا برای یکی دو ماه میرم مسافرت. شما حق ندارین این کارو بکنی. من یادتون رفته فردا من رو دعوت کردین که بیام حجره؟ ولی تو که قبول نکردی. خب یه کارش میکنیم، یعنی حتما میام. منم از مسافرت صرف نظر میکنم، فردا منتظرتم. شب بخیر. به سلامت. باش دعوامون میشود. آخه کی بود؟ آمیز دستالله خان بود. امشب یه کمی حرفمون شده بود، خواست از دلم در بیاره. فردا نهار دعوتم کرده برم حجرش. خوش بگذره. میگذره. مخلصم قربان. برو بالا جانم، برو نترس. تصدقت قربان تو برم که خیلی مردی به خدا. برو من هواتو دارم، برو جانم. این سر بالایی رو برم دی اونور راحت برای من. سلام، چرا در باشی من از دیوار آمدم؟ غلط کردی که آمدی، الان پدرتو در میاری. من برمیگردم بابا. غلط کردم. بیچاره. بشناسم من تو رو بشناسم.
من و تو از دنیای جدا نباشه میون ما یکی باشه همیشه دل ما زبون ما من میخوام با قلبم همه احساسم تو منو بشناسی من تو رو بشناسم من تو رو بشناسم خوشحال شدم. خب کی آزاد شدی؟ اونش مهم نیست. فعلا بیا بریم تو اتاق. نه حوصله ندارم. بسه برای یه وقت دیگه. کدوم وقت؟ دو ساله که رنگ زنو ندیدم. زنو فقط از پشت میله ها دیدم. را بیفت ببینم. آهش میکنم. چی غنبرک ساختی؟ خیلی دلخوری بر بزن گوش کن ببین چی میگم همین فردا باید بری سراغ خونه میتی بعدم که میدونی چی کار کنی اگه نکنم چی؟ خیال نمی کنم جرأتشو داشته باشی انگار یادت رفته پیش من چک سفید امضا شده داری مگه هوای آب خونه کردی؟ آخه برای چی این کارو؟ خونش به تو مربوط نیست دلم میخواد زندگیشو تبدیل به جهنم کنم زمنان امروز از دور خونه و زندگیشو نشونت میدم که فردا درست حسابی رول تو بازی کنی آری چود؟ بله باریک هلا هر کاری میکنم هر چی براش میخرم از دستم در میخوام از این به بعدی خودی بیشتر به خودم برسم برم سلمونی لوازم آرایش واس خودم بخرم خودم رو واسه نیمت خوشگل بکنم حس میکنم یه خودم پیر شدم خود من رفتم بریم ببینیم چی شد ببینیم مادر دختر جو چت شده ها بگو ببینم چی شده مادر آخه خدا مرگم بده چی شده دختر جون حرف بزن چی شده آه مریضی آخه چه ته قربونت برم الهی گرسنمه کمکم کن خدا مرگم بده کمک کن ببریمش تو خونه الهی بمیرم چند روز غذا نخوردی مادر چطوری بگم خجالت میکشم خجالت نداره عزیزم خیال کن مام خواهرتی خیلی ممنون خاله راستش الان سه روزه که لب به قضا نزد خدا مرگم به تازه من تنها نیستم یه کوچولو هم تازگی یا تو زندگیم پیدا شد کوچولو؟ بله خانی دو ماه پیش که شوهرم رفت زیر ماشین و عمرشو داد به شما این بچه رو برام ارث گذاشت بازم خدا رو شکر کن بالاخره از گشنگی که نمیمیری خودتون که دیدین داشتم میمونم بالاخره باید یه کاری گیر بیارم رخشوری، کلفتی، هر چی باشه چطوری میتونم زنده باشم؟ کاش میتونستم یه طوری این بچه رو بندازی؟ منظورت همینه؟ بله دیوونه این فکرها رو از سرت بیرون کن گناه داری غذا تو بخور شما نمیفرمایی؟ نه عزیزم تو غذا تو بخور بخور دیگه سرد میشه خیلی ممنون ببینم تو هیچ قوم خیشی چیزی تو این شهر نداری؟ نه خانم براتون که گفتم من تو این شهر غریبم هیچ کسو ندارم
بذار غذاشو بخوره. بلند شو بیا، کارت دارم. چی کار داری؟ بلند شو بریم تا بهت بگم. ببخشینا ما الان بر میگردیم. همین که گفتم شانس با پای خودش اومده در خونه، باید دو دستی بچسبیش. آخه چطوری این کارو بکنه؟ چطوری نداره، این زنه حامل از شوهر و کس و کاری هم نداره. ضمناً معلومه که بچهش هم نمیخواد دیگه، چی از این بهتر؟ منظورتو درست نمیفهمم. اونو تا وقتی شکمش بالا نیومده همینجا نگرش میداری، وقتی که کم کم میخواد آبستنش معلوم بشه میفرستیم شیراز پیش خاله کبرات، بعدم 4-5 ماه مونده به فارغ شدنش میری شیراز. البته همین امروز و فردا باید به آقا میکی بگی که آبستنی. خب بعدش چی؟ ای بابا، تو هم چقدر دست با چلفتی هستی. موقعی که دختر زایید یه پولی بهش میدیم و بچهشو تحویل میگیریم، بعدم به اسم خودت دو دستی میندازیش تو بغل آقا میت. خیال میکنی نقش عملی؟ البته. اگه دختر قبول نکرد چی؟ اونش با من. حالا بیبریم بیبریم تا بعد. منظورم این چیزا نیست، میترسم مزاحمتون بشم. این حرفا چیه؟ تو 100 سالم تو این خونه بمونی قدمت روی چشم ما. خدا چشمتونو نگهداره. پس دیگه قرار مدارامونو گذاشتیم. فقط اینو باید بدونی که هیچ کس غیر از ما سرفر نباید از این موضوع بویی ببره. میفهمی که؟ بله، من کسی رو ندارم بهش بگم. از امروز دو تا خواهر داری، منو ملاحظ. آه خانم، اجازه بدی من زهر بشونم. نه 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 نه، تو نباید از جا تکون بخوری، تو فقط باید مواظب اون کوچولو باشی. یالله مردانه داره میاد. چه تهمتهایی به خودش میزنه مردانه. به خانه آمدم. سلام. سلام. نکن نکن، باز که تو اینجا ایگری تو تو که به خانه زندگی من میرسی، همش که اینجا پلستی. نفهمیدم تو از که ترا ساده خونه زندگی شدی. یکی از همه وقتی که بنده را خواستگاری کردن، اصلا حرف زدن بای تو فایده ای نداردی. والا میگم که فرم. سلام. سلام از بنده سوگو. الهی کور بشی مرد. ببین چجوری داره دختره رو با چشاش میخوره. مگه تو تا حالا مهمون ندیدی؟ مهمون؟ بله، خانوم امروز تشریف آوردن اینجا، تازه ممکنه یه مدت هم اینجا بمونن. بمونید؟ بله، آخه تو چه حاج مجموندی؟ هیچی، فقط میخواستم بدنم که خانوم جن تنهاتشی با بردنیه. بابا با چی؟ خودم. اصلا به تو چه مربوطه؟ جوانم بازم از اون تو فریا میخوایا. ولکن بابا کولایی بی صاحب منه، من نمیفهم تازگی تو کولا بردارم شدی. ببینم شما با آقا مهدی فرمایشی نداری خانم؟ فقط به آقا مهدی بگو امروز هوای خودشو داشته باشه. گندشتر آمد. گنده چی؟ نمیدانم. پس به آقا مهدی بگو مواظب خودش باشه، امروز هوای کمی سردی. خانم جان دبو خدا، داشتم سکته نقص و کامل با هم میکردم با مرگ این. هیچی، برای علیکی مرگ تو گدای پدر سوخته. معلوم نیست چش بود، همش پرت و پلا میگو. چشش که به زنا میفته اختیار از دستش در میره. خوبه یه ذره ترگل و برگلی مثل من داره. نه، میگم با مرگ این بیمیرد. اگر من بگم دروغ بگویم. چرا از خودت مایه نمیذاره؟ تقصیرم منی که جان تو جانور قسم میخورم. خیلی خوب من تو گلاب گذاشتی، با این دوتا چشمان من دیدم. آخه واسه چی رفته اونجا؟ والا بیل میرم. بیرا، رفتار فرشته و ملاحت چجوری بود؟ مانند ست خواهر. من که داشتم از تعجب شاخ در میآوردم جان. تو از اول شاخ داشتی. صد دفعه گفتم وقتی دوتا آقا حرف میزنن یه نیمچه آقا نمیده واسه حرفشن، خفقن بگی. بس نگه، بهتره بریم خونه ببینیم چه خبره. وقتی میگم عقل تو پرسنگ ور میدارد میگی چرا؟ چطور؟ ده چطور نداره جان من، اگه الان بری زنانه نمیگه از این که کاسه ای توی هشپزخانه هست.
بهترینش اینه که وقت هر شب بری تا زنانه بویی نباره. بله. فرشته فرشته سلام. امشب چقدر زود اومدی؟ نه وقت همیشه اومدم. در هر صورت کار خوبی کردی. ببینم نعمت جریانو برات گفت؟ کدوم جریانو؟ جریان مهمونمونو، همون خانومی که اینجا دید. آره انگار یه چیزایی بهم گفت. خب موضوع چیه؟ نمیدونی امروز چه ثوابی کردم. یه زن جوون و غریب که تو این شهر هیچ کسو نداره، جلوی خونمون یهو افتاد رو زمین و قش کرد. قش کرد؟ آره، از گشنگی. طفلک 3 روز تموم لبش به غذا نرسیده بود. منم آوردمش تو خونه و بهش غذا دادم، چایی دادم. الانم تو اون اتاق خوابیده. چی؟ خوابیده؟ بله. ببینم کار بدی کردم که آوردم نگرش داشتم؟ نه. نعم اما آخه این کارا ثواب داره. تو که در خونت همیشه بروی مردم بازه و سفرت پهنه. منظورم اینه که تازه جایی رو نداشت بره. برات که گفتم اون غریبه، تو این شهر هیچ کسو نداره. داره دنبال کار میگرده که یه لقمه نون حلال پیدا کنه. کار؟ آره، واقعا زن نجیب و با شرفیه. طفلک بره رو هم داره. اگه میخواست میتونست. چقدر از این زن حرف میزنی، تمومش کن دیگه. راست میگی. فقط اینو بگم، میخوام تا وقتی کارگیر نیاورده همینجا پیش خودم نگرش دارم. نگرش داری؟ آره، مگه چه عیبی داره؟ هیچ، نگرش دار. اصلا هر کاری که دلت میخواد بکنی بکن، فقط بذار یه کمی من استراحت کنم. باشه عزیزم. اما اگه یه خبری بهت بدم و خستگی از تنت در میره. بذار برای فردا صبح، هرچی خواستی صبح بهم بگو. باشه، فردا بهت میگم. مطمئنم که از خوشحالی تو پوست خودت نمی گنجی. که دلم میخواست خونه زندگی تو از نزدیک ببینم. مگه دیوونه ای دختر؟ معلومه، آدم عاشق دیوونه است. از اون گذشته اومدم یه موضوع مهمی رو بهت بگم. چه موضوعی رو؟ من از تو حاملم. چی؟ تو حامله؟ تو خوشحال نیستی؟ از کجا فهمیدی؟ امروز دکتر بهم گفت. ولی اگه تو دوست نداری میتونم بچه رو از بین ببرم. چی داری میگی؟ من سالهاست آرزو دارم که بچه دار بشم. خدایا 100,000 مرتبه شکرت، من دیگه بابا شدم. الهی که فدات بشم، قربون مادر بچم برم. الهی کوشش کوشش. ولی یه موضوعیه که تو هم باید بدونی. دیگه چه موضوعی؟ آخه چه جوری بگم؟ خب یه جوری بگو. چه موضوعی؟ ده حرف بزن. زنت میخواد وقتی من زاییدم بچه رو بگیره و به اسم خودش به تو قالب کنه. چطوری؟ با ملاحت ترتیب کارو دادن. میخوان وقتی من شکمم بالا اومد بفرستنم شیراز.
زنتم از فردا چوب اندازه آبستنه. بعدم که من زاییدم بچه رو بگیره و به اسم خودش بذاره تو بغل تو. باز خبر خوشی که میخواست بهم بده همین بود. بینم تو این معامله رو قبول کردی. خب معلومه، برای شما فرقی نمی کنه. مهم پدر بچه است که تویی. حالا یا من بزرگش کنم یا فرشته فرقی نداره. ضمناً من با این کار زندگی تو فرشته رو محکم می کنم. مگه نه؟ خدایا تو چقدر با گذشتی دختر. من هیچ وقت نمیتونم این همه محبت تو رو جبران کنم. هیچ وقت. میگم اگه ممکنه این مهمون ناخونده رو ردش کن بره. برای چی؟ مگه یه نفر کم و زیاد تو این خونه توفیری داره؟ نه فرشته جون، اما اما چی؟ تازه از این به بعد من نباید زیاد کوتاه و بلند بشم. اگه اون باشه کمکم میکنه. بینا خبری؟ دیروز رفتم پیش زیور خانم قابله، گفت دو ماه همه. جون مهدی راست میگی؟ بگو تو میری دیگه. تو بمیری نداره، قابله که دروغ نمیگه. ای خدا چی دارم میشنفم؟ من بچه دار شدم. الهی که قربون مادر بچه‌ام برم، فدات بشم، دیگه بابا شدم، بابا شدم. به خدا چاکرتم، قربونت میرم، بالاخره به آرزوم رسیدم، بابا شدم. نباشته هر دندام شکستی. ای راست میگی، اصلا نباید به دست زد. میدونی فرشته اگه پسر باشه اسمشو میذاریم سهراب. سهراب بیگر هرچی خدا خواست. از حالت ای نکن. نه من پسر میخوام. پسر و پسر و قند اصد. اوه چی کار داری میکنی؟ هیچی. تو از امروز دیگه نباید چیز سنگین ورداری. الان میرم ملاحت رو خبر میکنم بیاد همه کاراتو انجام بده. من پسر میخوام و پسر میخوام. پسر پسر قند اصد. بده در راه خدا با من کمر شکسته بدبخت کمک کنین. سلام. سلام نبیکم. سلام. سلام. ببینم آقا نعمه امروز خیلی سرحالی. اوف خیلی خیلی از بدبختی دارم پس میفته. راستی تبریک میگم آقا مهدی. برای چی؟ مگه خبر نداری؟ فرشته. آه بله چرا امروز به هم گفت؟ از امروز شما باز خیلی مواظب باشید. برای همینم هم دارم میرم پیشه. خیلی ممنون. بریم نعمه. خداحافظ خانم. خوش اومدی. نعمه. چیه؟ ای بابا نعمه. شب. خدا قسمت نکنه چشم. اگر زنده موندم چشم، ولی گمان نمی‌کنم زن. گمان نمی‌کنم. سلام مهدی جان. حالا چطور؟ خواب بنده با اجازه رفتم. نفهمیدم چطور شد؟ روبرا شدی؟ جلو زنانه من مجبورم فیلم که چی سریال بازی بکنم تو بینیم. خب حالا کجا میخوای بری؟ معلومه منزل مهینجان من. اونجا برای چی؟ خب برم یه دونه سری بوم بزنم ده برای جناب علی که دیشب خیالت راحت کردی به مراد دل رسیدی. منم برم یه سری بیهیش خمان بزنم. دوتا ماچه بچسبنم بیام ده. خیلی خب برای زود بیا. یا چشم چشمت با هم بیزاری دوتا لب میگیرم و برمیگردم. فقط همین. خیالت راحت باشه. فقط گاز بده ببینم چجوری میشه. خداحافظ. برو جانم. برو بذار باید بیاد بینیم. بله چی گفتی؟ بله نیسی من بیام. برو ده. گوشت. گود مارنین گوزا. پول خورد نده. چی؟ خورت ملاجت؟ چی گفتی؟ سلام های گوشلی خان. حال سرکار چطوره؟ جناب علی این ورا وایسته. ای بابا آدم بی پول چالی میتونه داشته باشه؟ یه نامرد باز داری صحبت بی وفایی میکنی. به نظر حرف مرفایی منی شنیدی صحبت حق حسابی میکنی ها. والا دست خودم نبود که. آخه تو خیلی بلند حرف میزدی. ببینم اگه جناب علی حرفای بندر شنیده باشی مثلا چقدر آب میخورد؟ والا با نرخ اتاق اصناف 50 برات آب مخوره. توپ سنه گلسن آدم. هی واقعا گی آدم بیرمی هست. هیچ فکر نمی کنی. من استاد تو هم لاغل. باید تخفیفی به ما بدی. هرچی دانست هم مورده درامت میگی. بیا این بیستی
تیره بگی اون دهن صاحب مرده رو گیل بگیر خیال هر چند ضرر میکنم اما چون مشتری دائمی هستی عیبی نداره بفرمایی باشد با موقع منم خدمت تو میرسم خدمت میکنم چش خوش بگذره با ما خوش بگذره سلام سلام تو پول مپول من حالت چطوره؟ والا حالا مدتی رفته مرخصی ببینم میتونم یه خواهشی از تو بکنم آچی باشه ببین تو باید به من کمک بکنی مگه آقا نعمت کمک نمی کنه؟ نه تو پول من من امروز میخوام بفهمم اون نعمت آتیش به جون گرفته کجا رفته چرا با آقا میتی نرفت مغازه من میخوام با تو تعقیبش کنم و سر از کارش در بیارم باشه خودم و موتورم در اختیارتیم خودم میبرم سر بزنگا ما چیشو بگیری ولی باید بدونی تازگی ها نرخ ها خیلی بالا رفته ها میدونم تو هم این اجاره خونه روز به روز ترقی میکنی خیلی خوب حالا جون مکن را بیافت ببینم یه جنم بیا مال تو بقیه شم مال خودت برای بچه کفش لباس بخر شب عیده آه وصل یواش جنم چه خبره خدای من از شر ملاحت حفظ کن کمربند میتو تف کن چپو هم نکشم میخوام پرواز کنم راحت باشم کیه؟ جان من مرسیم نینی نینی جان تو بیا تو عزیزم چش قربانت برم لب آماده کن با دورخیز آمدم سلام وای سلام سلام از بنده است جان سلام از من بی پدر بیا توی بغل من مهین جان که مهین بدنم کم شده وای قربان تو برم بده ببینم وای چه بوی خوبی میدی ببینم بوی گلاب قمصر زدی با خودت گلاب قمصر چیه بابا عطر خارجی زدم الهی الهی که درد بلای تو بخوره توی سر اون ملاحت که هر وقت بغلش میکنه ما بوی پیاز دغ با به تحدیق میده با جایی جا آره تیری اونه اونه خونش اونه الان خدمتش میرسم میدونم چی کارش کنم خیال میکنه میتونه به من کلک بده ایش که نمیتونه مثل ما بگیره حالا چرا اینجا وایسادی؟ بیا تو من دسپاچه نکنه یواش یواش میخوام مثل این فیلم های فارسی اول تو رو روی دست بغل بکنم بعد تو رو بردارم یواش یواش ما برم توی اتاق هیجله دیرانم ببینم تو حالا چند دفعه زنها رو رو دست بلند کردی؟ با این دفعه؟ یک دفعه من که بلد نیستم ملاحات بغل بکنم جان قربان تو برم مبازر بالا بیا بالا خدا آمده بودم قیس جم بکنم تو بیمیری دارتا در میارم آقلت گرد برش کن پیر زن من میگیرم آقلت گرد پیر زن منم بابا جم بابا دختر مرد رو کشتی من آمده بودم قیس جم بکنم نامرد بیستومان من بدی تا تیمه بدم من بیا دنبارم سلام سلام به روی ماهت بیا اینم واسه مجدهی که امروز صبح به هم دادی وای چقدر خوشگلی خیلی ازت ممنونم این که چیزی نیست وقتی ایشالا بچه به دنیا اومد سر تو پاتو غرق جواهر میکنم من یه همچین توقعی از تو ندارم چیه؟ انگاری ناراحتی؟ نه فقط میترسم بچه‌مون دختر باشه و تو ناراحت ای بابا این حرفا کدومه من امروز صبح شوخی میکردم هرچی خدا بخواد همونه بیا تو بغلم بیا ناز تو برم بلند شو لباساتو در بیار چه
چش به روی چشمم. بیا تو بغلم، بیا گور پدر درکی. نه، ولم کن، حوصله ندارم. من سر حوصلت میارم، گوگوری مگوری من. بله. الو؟ ولم کن. چی شده؟ گوش کن مهدی، من از کاری که کردم پشیمونم، نباید میومدم اینجا. این حرفا کدومه؟ هر کاری کردی خوب کردی. نه، موضوع خیلی مهمه، مخصوصا موضوع بچه. من فرشته. چه صافتا. گوش کن فرشته. خفه شو، همه چی برام روشنه. تو به درد اون میخوری، اونم به درد تو. تو با امثال تو زن نجیب و عفیف به دردشون نمیخوره. لیاقت شما همین کثافت ها. حیف من که این همه سالو با صداقت و نجابت پای تو سر کردم. تو بهتر بعد از من با همین زالو زندگی کنی. فرشته! فرشته! صاف کن! گوش کن چی میگم! فرشته! لباسم! ممنون آقای دکتر، شما جون دختر منو نجات دادی. بهتره بگین جون دو نفر رو. دو نفر؟ منظورتون چیه؟ مگه خودت خبر نداری؟ چی رو؟ تو الان تقریبا دو ماه حامله ای، چطور خبر نداری؟ چی؟ یه دفعه دیگه بگین دکتر.
گفتم تو یه جنین دو ماهه تو شکمته. وقتی میخواستیم گروه خونتو مشخص کنیم از لحاظ حاملگی هم آزمایش دادیم، مثبت بود. خدا رو شکر کن که تو این تصادف بچت سخت نشد. بچه من؟ انگار خوشحال نیستیم. اگه چند تا بچه داری؟ هیچ. عجیبه، پس از چی ناراحتی؟ نکنه تو از اون زنهایی هستی که میترسی آبستن بشی و هیکل دستفرم خارج بشه؟ اگه اینطوره باید بگم متاسفانه خیلی در اشتباهی خانم محترم. چرا ناراحتی؟ تو و مهدی که سالها آرزو داشتیم بچه دار بشی، پس چرا؟ خواهش میکنم مادر، خواهش میکنم اسم مهدی رو نیا. اون برای من مرده. این بچه رو نمیخوام. بچه بی پدر رو نمیخوام. نمیخوام. کشت رو خدا کشت رو نمیخوام. به خاطر مادر این حرفا چیه؟ آروم بگیر دختر، آروم بگیر. این چجوری حسابه؟ حساب سماغه چجوریه؟ خمم سردر نمیاریم. ای قوچلی، قوچلی. یس استاد. ای زهر مار، مگه کری پسر بردر گوشیده؟ ها؟ بردر ببین کیه. چرا خودت بر نمیداری؟ مگه نمیبینی پسر من دارم حساب میکنم گوشیده بردر پرچنه؟ ها؟ اصلا نمیخواد خودم جواب بیدم دیم شو. یس چی؟ یعنی بالا قربان. سلام حاج آقا جان، حال شما چطوره؟ بالا قربان؟ والا آقا میتی ما یه گرفتاری براش پیش آمده بود. تازگی ها رفته برای خانمش، برای تیماتی بیمارستان رفته. والا با من نگفتن که کی بر میگردن، ولی حتما همین چند دقیقه دیگه میاد. شما فرمایشی دارین ندارین؟ خداحافظ. اگه گفتی که بود تو رسنه نفوزول باشی، برو گیمشه بده بعد بیاد. یه گیمشه بعد نشون بدم که خالتی هم نمیتنی بکنی. یالا بیش بدر مده. سلام. من یوسف. ببین فرشته، بشر جایز الخطاست. خب منم یه اشتباهی کردم، معذرتم میخوام. حالا بگو باز چی کار کنم که تو همه چی رو فراموش کنی؟ فقط از اینجا برو. نگفتی حامله ای؟ آخه چرا؟ برای اینکه اون برای من مرده، مرده. بعد از عروسیتون با کلک تمام دار و نداره آقا مهدی. اصلا اینا به تو چه مربوطه؟ تو کاری که گفتم انجام بده. منم یه دفعه گفتم دیگه نمیخوام به مهدی لطمه بخوری. حالیت شد؟ حرف آخرت همینه؟ آره. نمیترسی پاشو بخوری؟ نه، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. نمیذارم با دست من مهدی رو نابود کنی. حالا هر بلایی میخوای سر من بیاری بیار. همین کارم میکنم. من این همه زحمت نکشیدم که پری خانم عاشق آقا مهدی بشه و باش کیف کنه. نگاه کن، شیشه عمر دست من ایک بری. حالا میبینی چجوری میشکنمش. به امید دیدار نکبت خانم. مرد از جون تو چی میخواد؟ نمیدونم، نمیدونم. حتما یه بلایی سر من میاره. سلام. سلام مهی خانم. پس پری کجاست؟ معلوم هست این مدت کجا بودین؟ وقتی اون طفلک بهتون احتیاج داشت یه غیبتون زد. وضع حال منه که خودتون میدونی. دیگه چه توقعی داری؟ حالا مگه اتفاقی افتاده؟ بله، پری رو بردن زندون. زندون؟ برای چی؟ بهتر از خودش بپرسین. وقتی رفتین سراغش همه چی رو میفهمین.
چی انداختنت زندون؟ خواهش میکنم مهدی، خواهش میکنم از اینجا برو، هیچی هم از هم نپرس. ولی من باید علتشو بفهمم، چی شده؟ حرف بزن. نمیدونم چجوری بهت بگم. من بدهکارم، 250,000 تومن بدهکارم. 250,000 تومن؟ آخه چجوری؟ نه اینکه از کسی پولی گرفته باشم، فقط دست یه نامرد دو تا چک دارم، یعنی با کلک ازم گرفته. حالا فهمیدم. خب اون کیه؟ تو رو خدا ازم نپرس، خواهش میکنم برو. من زندگی تو رو تلخ کردم، باعث شدم زندگیت از هم پاشیده بشه. دیگه نمیخوام بیشتر از این برات ناراحتی درست کنم. گفتم دست کی چک داری؟ آخه چطوری بگم؟ تو خودتونو میشناسی؟ میشناسمش. اون کیه؟ نمیتونم اسمشو بگم، یعنی نمیخوام بگم. آخه اون کیه که من میشناسمش؟ باید به من بگی. باشه، حالا که دلت میخواد برو ببینش، آدرسشو بهت میدم. وقتی بری سراغش خودت میفهمی اون کیه. آخ یه خورده یواش بابا، طاقت بیار، الان تمام میشه دیگه. خیلی درد میاد. خب بایدم درد بیاد، خوشت هم میاد. حالا جان اون کسی که دوست داری یه قدی یواش. نمیشه نمیشه، اگه نمیخوای ما قهر میکنم میرم. خب فقط زود باش، ممکن آقا میتی سر برسه. چیزی دیگه نمونده که. نه چی ها داری میکنی؟ کمر استاد درد میکنه، دارم براش میمالم. بله. ببینی؟ خیلی خوب بسته دیگه. ببینم موجودی گاف صندوق چقدره؟ پول گاف صندوق من قربان، مگه آدم از دست این دزدا و غارتگرا و جیبورا و راهزنا میتونه پول تو گاف صندوق نگه داره؟ من دزدم یا اون که از دیوار مردم بالا میره؟ تو هم میگی از دیوار مردم؟ ها همچین بزنم دیش بزنم دیش. چرا میزنی؟ مگه خواهر مادر نداری که مرا میزنی؟ این بزمرده هم که دسیبل میزنی. یه دفعه گفتم بسته دیگه. حالا میگه چقدر تو بانک موجودی داری یا نه؟ ولی 1,000,000. دست چک و وردار را بیافت بریم بانک. چشم. آهای شگر. بله استاد. باری بپر توی گف صندوق دست چک را وردار، کلای منم تمیز کن، دنبال من را بیافت بیا. یلا. باشه. ارباب ناکری داشت، تو هم چاکری. پدرته. یه جفتیش کارو درست میکنه. آه اینم جفتیش. آه این خوشگیش هم. خوبه. جلال. چه؟ آی بیستا مانو بیستا بایستا کجا؟ بایستا شیبا که تمام این بلاها رو سرت آورد. حاجیت بیچاره اون دختر. کدوم دختر؟ فهمیدی بچا به پری خوشگله میگه دختر. شو جان تو بباد، از امروز اون مادر بچه منه. یه کلم بعدو بیرا بگی حلقوم تو میکشم بیرون، میفهمی؟ هر کاری میخوای بکنی بکن، اما من حرفمو میزنم. اولم به من بگو کدوم بچه. مگه رفته بودی زندون شکم پری جلو اومده بود؟ منظورت چیه؟ ده تصدقت کدوم بچه؟ این کلکو که خودم جور کردم، بچه در کار نیست. اینا
خودتو گول نزن، از روزی که با پری آشنا شدی 8-9 ماه میگذره، باید الان شکمش اینقدر جلو اومده باشه. الهی شکرت، آه خدا شکرت که میبینم ستونای دل آمتی، ستونای امیدش یکی یکی داره از هم میپاشه. بمیرم برات که از بچه ناکوم شدی. ببینم لوتی، نمیخوای عشق تو از زندون نجات بدی؟ نمیخوای چکاشو ازم بگیری؟ ها؟ اون کثافت ارزونی خوده. باید سو چرخه بخور. ها. سیبیل کلاف ته. بزنیمش. ببینم. اگه حرفات درسته چرا معشوقتو انداختی تو زندون؟ واسه اینکه خاطرخواه تو شده بود. انگار من خوره گرفته بودم، ازم فرار میکرد، حتی به خاطر تو تو روی من وایساد. زنی که بی همه چیز کن. چه کارو بده ببینم؟ بفرما. فقط یه کاری کن دیگه چشم به چشت نیفته. تا ببینیم چی پیش میاد. جیون و اینا میگم پول باد. جلال همه چی رو براش تعریف کرده. نعمت میگفت مهدی خیلی ناراحتی. بایدم باشه. هر کی جای اون بود حتی راضی نمیشد اسم منو بیاره. بازم خونش آبادون که منو آزاد کرد. من که دیگه روم نمیشه تو صورتش نگاه کنم. تو هم اگه جای آقا مهدی بود یا یه خمره سر میکشید. خب برای چی خمره سر بکشه؟ اولا واسه این که رو دست خورده. دوما هرچی اینو اونو واسطه میکنه فرشته خانم رو نشون نمیده. سبومن هم پری رو دوست داره، هم ازش بدیش میاد، هم روش نمیشه بره سراغش. راست میگه، ولی فکر فرشته بیشتر زجرم میده. اون بد جوری لجبازی میکنه، شوخی نیست. الان 6-7 ماه. از طرفی نمیدونم با این دختره چیکار کنم. بذار بره گیم شه. باز تو از روی من حرف زدی مردشور؟ تو فقط فکر شکمت باش. چشم. ببین آقا میتی جان، با این طرفی یا اون طرفی خودتم راحت کن. اتفاقا خودم هم تو همین فکرم، ولی وقتی یاد زده بندش با جلال میفتم ازش اوقم میگیره. دلم نمیخواد ریختشو ببینم. ای بارر جان، وقتی آدم یکی دوست داره ده تمام بدیهاش میریزه زیر لای نمد. از اون گذشته دختره خودشم از ته دل راضی نبوده این کار بکنه. با مرگ تو از ترس چکایی که پیش جلالی بی پدر مادر داره تن به این کار داده بخوده. اینو خودم هم میدونم. خب اگر میدانی پس چرا یه بری میرانی؟ بلند شو برو سراغش، این قدم دل دل نکن. مخصوصا الان که خودشم نراحت، میدانه جلال همه چیز رو کرده. پس از نظر تو عیبی نداره؟ نه چه عیبی دارد؟ از نظر تو چی؟ آخه تو هم آدمی. از نظر شما یعنی ما عیب داره. بفرما عیبش چیه؟ ایوش اینه که اگه آقا مهدی بره تو دیگه نمیذاری ما قضا ما بخورم. خانه خراب هاش فکر شکمشی تو بیمیری. آخه اذیتش نکن نعمت، هرچی میخواد بگو براش بیاره. چش، فردا صبح تو دفتر میبینم اتون. شب بخیر. شب بخیر. شب روزت بخیر. خیر پیش. استا بگو جوجه کبابا رو بیارن. خب دیدی خیر باشه خفش. آقا مهدی خب خیلی خوب این نمیذاره ما. این نمیذاره ما. خیلی خوب آقای گرسون، قضا هرچی مونده بیار بدین گفت بکند. آبروی ما رو برد. این حالا سلام آقا مهدی. سلام.
پری کجاست؟ نمیدونم، خیال میکردم پیش شما. پیش من؟ واسه چی این فکر کردی؟ آخه بعد از این که از زندون اومد چند تیکه از لباساشو ورداشت و رفت. نگفت کجا میره؟ نه، به من حرفی نزد. تو هم که نمیدونی نه؟ نه، باز میرم بگردم ببینم کجا رفته. اون خیال میکنه من ازش رو برگردوندم. اگه ازش خبری شد فورا بهم خبر بده. باشه، این کارو میکنم. خیلی ممنون. آخه گریه کردن چیه؟ آیه موشک بازی کردن چیه؟ خجالت میکشم تو روش نگاه کنم. خیلی بهش بد کرد. چاره ای نداشتی، مثل کفتر تو روش از اول زیری باره حرفاش نمیرفتم. حالا دیگه همه چی تموم شده، چرا خودتو ناراحت میکنی؟ من تو خوبیای مهدی رو جبران نکنم نمیتونم راحت باشم. من باید سر مهدی رو به زندگیش برگردونم. آره، باید این کارو بکنم. چطوری؟ میرم با زنش حرف میزنم، رو دست و پاش میفتم، بهش التماس میکنم که برگرده سر خونه زندگیش. خیال میکنی موفق بشی؟ نمیدونم، بالاخره باید از یه جایی شروع کنم. ولی فرشته قهر کرده رفته خونه این مادرش. منظورت چی؟ آدرسشو بلد نیستم، چیکار کنم؟ من آدرسشو برات پیدا میکنم. نعمت که نمارده، به همون کمک میکنه. من کیه دارد تلفن میزنه اینجا؟ یس عزیزم. جنوم عزیزم تو؟ بعد عمرشو داد به شما. خب آقا نعمت آب به آب شد، یعنی سجل احوالش باطل شده. مادره زنش مرگ موش به خوردش داد. آخه اون خیلی مرد نازنینی بود، ولی انگار تو جهنم برگشت خورده. بفرمایی با تو کار داره. مای دارلینگته. من عباب شدم. دارم وگرنه عباب نشانت میدادم. برو تو خاک به خاک شدی. الو، کاشقی ها این دور زمانه رو میبینین؟ عزیزی دل من، من مرسی ایراس زیادی ندارم برای شما بیزارم کی. و بابا عصبانی نشو، قربان تو برم الهی. یه دقیقه گوشی رو نگه دار اینجا، نامحرم وایساده، بعدا صحبت میکنم. ایقا جان برو بیرون، یه من صحبت کنم. بعد بیرون هوا سرده، برو توی توالیت، برو گیم شو یلده. باشه، بیرون گیم میشم. گوش کن ببین چی میگم، درست حواست جمع بکنه، هر چی میگم یادداشت کن. خیابان تیرگی بلدی، همینجور میای. یه رس میای، یه رس میریسی به خیابان مرداد، دست از خیابان شهریوره، دست چپ خیابان مهره. از خیابان مهرم اینجوری دوراهیه، ولش میکنی میای. وقتی آمدی بیا، میریسی به خیابان آذر. خیابان دو شقه میشه، یکی آذره، یکی شم اسفند و فروردینه. یه راست طرف فروردین وایسه با هم بریم سیزده بدر، فهمیدی؟ این میگی مگه فلاکت زنانه یه بنده یادت رفته جان من؟ اون مثل ملک الموت بالایی سر من وایساده، منه به چارمی کشیده، تو بیمیری. به مرگ تو من تکن نمیتو منم بخورم. من این میمیرم برای سرکار. گوش بده ببین چی میگم. پس حاضر باش، به محض این که آمدم فوری حرکت کنیم بریم. معطل نکن، الان آمدم. جان قربان تو برم، تو هوا ماچ میکنم. سلام اوسا. سلام و زهر مار. ببینم شب چهارشنبه سوریه گوش وایسادی بختت باز بشد. ها ما اصلا هیچ نفهمیدم که. آفرین به تو قوچلی خان. ببینم تو امروز نهار چی میخوا؟ چلو کباب. چلو کباب ها. باریکالله مواظب باش فقط نترکی. بیا این سی تومن برو به سلامتی من چلو کباب بخور. دوغم میخوا. دوغم میخوای؟ ها میدانستم رود زیاد بشه. بیا اینم برای دوغت. تخم مرغم میخوام. بده بیاد. اینم مال تخم مرغ. دیگه چی؟ هم پوز بدم، انعامم بدم. بده بیاد. اینم مال انعام. دیگه چی؟ نه نه دیگه هیچی. تو عربای پادر رو در وایسی نه. نمیخوام والا. ببینم حالا تو شطور دیدی یا ندیدی؟ من اصلا شطور ندیدم که. آفرین، تو شطور ندیدی. حواستم جمع باشه، ما فوری بار میگردم. باشه، خدا حافظ. بسلامت. الان گین میشم.
ملاحت خانم سلام. ای ام بوچلی هستم. حق و حساب حاضر بکن که میخوام یه خبر خوبی بهت بدم. یه خبر دست اول ها. دست اوله. خیلی دست اوله. عشق من بیا بابا دبیا من مردم اینجا خانه خراب این مرد عجب جونه برایی بخاطر یه لقمه ویتامین چه بدبختی ما باید بکشیم بای بای بابا من دارم میمینم و وای وای میکند شد صافتا ما اومدم ببینم رسید آره البته جون من به لبم الان نیم ساعت اینجا وایستادم پس کی اون آتیش به جون گرفته ما خودم رش انداختم باور کنی باور نمی کنم اصلا داره باورم میشه که تو میخوای بین من و شوهر نازنینمو به هم بزنی الان پدرتو در نمیزنی تو دارم ببینم خوشم کور میشه شما بری میگه با ما ما بریم ده با ما کاری نداره کجا بری؟ خب معلومه میریم آشیانه کلاق ایش ما زنه چی؟ کدام زن تا الان رفته بریم گی ویتامین ما چه مهین من کم شده جان سلام فرمایشی داریم؟ ببخشین فرشته خانم اینجا بله هستن؟ شما؟ من دوستشم بفرمایین بالا درم ببندی من میرم خرید کنم و برگردم باش سلام به نظرم عوضی اومدین اگه میخواین آقا مهدیتون رو ببینین باید بگم متاسفانه اینجا نیستن ببین فرشته تو باید از من متنفر باشی باید به من به چشم یه رقیب نگاه کنی رقیبی که شوهر تو از چنگت در آورده اما همین رقیب امروز اومده که با تو حرف بزنه من با تو حرفی ندارم بزنم تو امثال تو مثل گرگی میمونین که منتظرین ببینین کدوم بره از گلش جدا مونده تا اونو تومه خودتون بکنین تو امثال تو برای خانواده ها از تا اونو سرطان خطرناک ترین اون وقت انتظار داریم من باهات حرف بزنم ما چه حرفی داریم با هم بزنیم خانوم گوش کن فرشته تو باید به سر خونه و زندگیت برگردی حرف خنده داری زدم تو رو خدا ادای آدمای خوب و در نیار تو هم تو رو خدا نقاب بدبینی رو از جلوی صورتت وردار من اومدم کاری کنم که تو مهدی با هم آشتی کنی ببین کی داره این حرفا رو به من میزنه کسی که زندگی منو نابود کرد شوهرم رو ازم گره حالا میخوام پسش بدم نمیدونم باور میکنی یا نه من خودم هم توی این ماجرا فریب خوردم آلت دست شدم اما حالا میخوام جبران کنم ولی دیگه دیر شده ممکنه گذشته یه زن خیلی زیاد باشه اما تا وقتی که غرورش خورد نشده باشه مهدی با این کارش منو خورد کرد له کرد اون جلوی چشم من در آغوش زنی خوابید که از هر جهت از من پایین تر بود بغل زنی خوابید که مثل دستمال دست به دست گشته بود اون زن نجیبشو که سالیان سال با صداقت باهاش زندگی کرده بود ندیده گرفت و به آغوش زنی رفت که لا لا الا الله حرف تو قبول دارم ولی هر کسی تو زندگیش اشتباه میکنه مهدی هم اشتباه کرده تو باید اونو ببخشی من مطمئنم حالا که تو حامله شدی مهدی دیگه به هیچ زنی نگاه نمیکنه از اون گذشته بچه تو پدر میخواد نمیتونی بعدا جوابشو بدی مهدی لیاقت نداره که پدر بچه من باشه وقتی بچه‌م بزرگ شد بهش میگم پدرش مرده رفته زیر آوار تو نباید این کارو بکنی تو باید برگردی سر زندگیت تو همین روزا مادر میشی مهدی پدر میشه من مطمئنم اگه مهدی بفهمه پدر شده همه چی رو زیر پا میذاره دیگه یه لحظه از تو غافل نمیشه گوش کن فرشته من به قول تو یه دستمال چرک دست به دست گشته و روسپیم ولی همین روسپی از تو خواهش میکنه التماس میکنه که به طرف مهدی برگردی اونو خوشحالش کنی اونو به زندگی امیدوار کنی تو رو به جون بچت این کارو بکن تا سایه تو مثل جغد روی خونه و زندگی منه این کارو نمیکنم
راست میگی، من خودمو کنار میکشم. اینو جدی میگی؟ آره، آدم وقتی کسی رو واقعا دوست داره آسایش و خوشبختی اون براش مهمتره. در حقیقت عشق فداکاری لازم داره. من به این نتیجه رسیدم که وقتی مهدی پیش خانوادش باشه خوشبخت تره. برای همینم از امروز خودم رو کنار میکشم، کاری میکنم که ازم متنفر بشه. قسم میخورم این کارو بکنم. صبر کن، من درباره تو اشتباه میکردم. تو دختر خوشقلبی هستی، ازت ممنون. امیدوارم خوشبخت بشی. نکنن بکیشی، سبکر جور نمیشه. الو جانم، با آقا مهدی کار دارم. آخی لحی که من قربان تو برم، حالا دی با مهدی کار داری؟ بگو حرف بزنی. آقا مهدی؟ چشم گوشی. آقا مهدی، آیا آقا مهدی چرا برو بفرما تلفن با شما کار داره قربان، تون تر بیا. آقا دست من خسته شد بیا دی قربان. سلامانو برسن. بله. سلام آقا مهدی، من مهینم. شمایی مهین خانم؟ آره خودمم. گوش کن آقا مهدی، پری پیدا شده. کجاست؟ الان تو خونشه. وای خیلی ممنون که خبر دادی، الان میام. چی شده؟ کسی رو باید بکشم؟ چی رو بکشی؟ پری برگشته واسه برم ببینمش. وای وای موچلی، ای موچلی. بله اوستا. ای پتا بیا سیگار بده. سیگار میخواد؟ سیگار بده. وای خدا چه باید بگو سیگری. آتیش آتیش بگو. فایر بیا. فایر دست من سوزن دیدی پدر مادر. بیا فایر نخی تایر بکش. حالا این همه بیا برا برای چی؟ ناراحتم، برای سیگار ناراحتم. برو گیم سیگار برای که زهره چه برو تا با چوشکن نزدم تو سره جرمان مرده. چه خبرت سرزده میپری تو خونه مردم؟ مگه اینجا حمومه؟ برانشو ببینم، تو نمیتونی منو گول بزنی. من میدونم که این نامرد رو دوست نداری. بیا از اینجا ببرمه، هر چی بخوای برات درست میکنم. خونه زندگی. من هیچی از تو نمیخوام، هیچ جام با تو نمیام. فقط اگه میخوای لطفی به من بکنی از اینجا برو گم شو. آی نمک بحرون. نفهمیدم زورت به یه زن میرسه؟ به تو هم میرسه نامرد عوضی. بیش ببینم ولیش کن، چی از جون اون میخوای؟ اگه نمیتونی بذار برات بگم، من جلال دوست دارم، از تو بدم میاد، بدم میاد. تو داری دروغ میگی، اون خودش گفت که منو دوست داری. دستت انداخته بودیم بدبخت، میخواستیم پولاتو بالا بکشیم و کیف کنیم. ای پاس بذار کافا. میکشمت پاس بذار ناکس خافات میکنم. بینش کن، چی کار داری میکنی؟ چی کار میکنم؟ شما زندگی منو حروم کردی. آقا میتی، آقا میتی، آقا میتی، آقا میتی، آقا میتی. بابا اگه بخوای اونو بکشی تا عبد میفتی توی زندان، وقتی که بچه تو نمیبینی. بچه؟ بچه؟ کدوم بچه؟ همونی که دستش تو گچه، یه سر داره دوتا گوش. بچه دی قربان، فرشته خانم حامله بود و من نمیدانستیم. الانم توی بیمارستان یه دنه پسر کاکول زری برای تو به دنیا آورده. مادر فرشته خانم تلفن کرد و گفت اون وقت تو در اینجا آدم میکشی ها؟ خدایا شکر، راضیان به رضای تو. من به خدا راست گفتم. ببینم نگفت کدوم بیمارستان؟ نه نگفت. خب تلفن کن بپرس ببین کدام دی؟ بس انام ما چی شد کرای تاکسی دادیم؟ ناراحت نباش، خودم از امروز دوباره جمع جورت میکنم. برو گم شو، دیگه نمیخوام ریخت تو ببینم. پس چرا امروز اومدی دنبالم؟ برای اینکه میخواستم مهدی از دیدن من حالش به هم بخوره و بره دنبال زندگیش. ای کسافت هرزه. هوش آرام حیوان، دست به اون بخوای بزنی با من طرفی حسابت بکن. نفهمیدم چی گفتی؟ بینشین بی پدر مادر، قوم بزدر نکن جلو بیه یتی که بزرگ گوشته. میگی نببین آهای لشکریان وقت حمله است. بیا این جلو بیا. سرما اصله سرما بیارم. چی بود چی بود چی بود چی بود ها؟
نامرد. لا اله الا الله. کمرت بزنت. میدونم چه برای سرت بیارم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. سگ کی باشی تو اصلا؟ یالا یالا تا وکست نزدم برو ببینم تا زهر نخوردی. بازم بچه خبره. این مزه توی چشم من دیدیم بچه. نه جرم سیبیلش دود بدم. برو سیبیل دود بدی. با اون حرف زدن. چی شدی؟ چی شد؟ ببینم تو داداش داری؟ نه. مردی؟ ولی از امروز یه دنه داداش داری، اونم منم. من مثل شیر و عقاب بالای سر تو وایسادم و هر نامردی به تو نگاه چپ بکند شیردانش در میارم به جای دلبان جگر میخورم. میگی نه امتحان کن فقط. خیلی ممنونم داداش. قربان تو برم الهی، من محکم بغل بکنی احساس صمیمیت بکنم. ببینم تا نمزد داری؟ نه. از امروز داری مو. بیا تو بغلم. هر کم بخواد نگاه چپ بکنه جگرش در میاره. با سیراویشو وقت شیردانه چپ نفهمیدم نفهمیدم نفهمیدم. اینم جریمش دیگه اخیهش. خدا زلیل کنه الهی. یار سدی زار مرتبه شو انشالله خدا یه دوزلوی دیگه بودون بوده تو دیگه آرزوی نداشته باشه آقا میتیجا والا با خدا ناز گل مصر بکنش من باشه میخوان من نگرش دارم خوشلی جلونه یا بچه زله ترک میشه جا جلونه یا بفر بریم بذار این مادر ماشین رو اوپن بکنم بریم تو یالا قربانه تو بریم آشو قربان تو زم برم الهی برو تو دیگه چانه نزن. بگه تو نمیایی بابا جان؟ من کار دارم گرفتارم، هزار تا کار من مونده. الان کار من تو ماشین افتاده، میخوام برم با ماشین حساب حساب یه نفره برسم. آخه قربان تو برم. واه مگه خال شدی مرد؟ امروز جشن هموم زایمون فرشته خانومه. اون وقت تو بخوای بری مغازه؟ بابا جان کار دارم، کار واجبتر زایمان با من. این یه کاریه که فقط اوسا میتونه درست کنه، از عهده ما بر نمیاد. دیدی حالا دیدی؟ برو اوسا برو باریکلا برو بالا سباشو. آره برو مخیرت زم برو تو نمهرم تو رو میبینه. آخه برو دی برو برو خدا زلیل کنه الهی برو برو بگه باب نگرم کی من از دست دور آخه جا سلام سلام از من در به در یتیمه. سلام الهی که من کی قربان تو باید برم. نعمت چیه؟ ویلش کن تو مالم باقا نکن. ببین کی اونجا چیه باقا؟ نعمت نگاه. ای امان الان موقع آمدن بود یه دفعه بده تو عمر ما این با من بچسبه. الان هت میچسبونمش. یه پدری از جفتتون در میارم که حد الهی شاید.